چشم بدان ای وطنم، ای ایرانم، مهد جهان، دور از تو چشم بدان ای وطنم. جان من نشسته در جان تو، روح من فدای ایمان تو. جان من نشسته در جان تو، روح من فدای ایمان تو. لاله می روید بر خاکت از خون یاران پاکت، باران رحمت از مهرت می بارد بر روی خاکت. رخ سبزت جاویدان همچون دماوه، سفیدت همچو عربه، وطنم ای عشق باکن، وطنم ای عشق باکن. دل سرخت گرم چون خورشید خراسان، ز تو دشمن هراسان، وطنم ای عشق باکن، وطنم ای عشق باکن. استواری بیقراری، ز کسی ترسی تو نداری، سبز و زیبا همچو بهاری. آی ایران ما، ایران پاکن، تو ای جاوید خاکن، وطنم ایران زیبا، وطنم ایران زیبا. به جهان جاویدان و محکم مانی، محکم مانی، برایم همچون روح و روانی، مانند جانی ای جاودانو. وطنم آباد و جاویدان بمانی، تو که فخر جهانی، وطنم پاینده باشی به جهان سرزنده. بینندگان تلویزیون کانال یک و همچنین برنامه رمز پیروزی، صدای 14 کنشگر سیاسی در ایران، به همه شما عزیزان سلام میکنم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید شاد و سلامت باشید، به ویژه همیانان عزیزمون در ایران. با آغاز فعالیت‌های 14 کنشگر سیاسی در ایران و انتشار بیانیه‌ای در رابطه با شرایط کنونی ایران و طرح خاص و مطالباتی بر حق که مورد حمایت و توجه بسیاری از هموطنانمون در ایران و در خارج از ایران قرار گرفت و به دنبال اون تشکیل 14 نفرهای بعدی به ویژه بانوان عزیزمان در داخل ایران باعث شد که ما ایرانیان خارج از کشور توجه بیشتر و احساس مسئولیت بیشتری رو بکنیم و به همین خاطر همونطور که میدونید کمیته 3 نفره با عنوان حامیان 14 کنشگر سیاسی در ایران تشکیل شد و از همان آغاز اقداماتی رو به عمل آورد که تاکنون این فعالیت‌ها و کوشش‌ها با حمایت بخش وسیع از هموطنانمون در داخل ایران ادامه پیدا کرده. همین صدایی که اکنون شما شاهد اون هستید یکی از نتایج و دستاوردهای این اقدامات و فعالیت‌ها و کوشش‌ها بوده. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به گزارشی از سوی کمیته حامیان 14 نفر کنشگر سیاسی در ایران، جناب دکتر مسعود نقره‌کار، جناب بهروز ستوده و من حسن اعتمادی، که در این رابطه گزارش هایی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد و شما رو بیشتر در رابطه با کارهای تدارکاتی و فعالیت هایی که در این زمینه صورت گرفته قرار میدیم. زبدید ابتدا به دو دوست عزیزم جناب نقره‌کار عزیز و آقای ستوده نازنین سلام بکنم و
خوش آمد بگم و بعد برنامه رو آغاز بکنیم. آقای نقره‌کار سلام و درود بر شما. من هم سلام و درود دارم برای شما، بهروز ستوده عزیز و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. آقای ستوده نازنین، به شما سلام میکنم و درود میفرستم و خوش آمد میگم. من هم سلام میکنم خدمت شما هموطنان عزیز و همینطور درود میفرستم به زندانیان سیاسی، به ویژه این 15 نفری که اخیراً دستگیر شدن. گرچه میدونم پیام ما، درود ما به آنها نخواهد رسید. قطعاً با ارتباطاتی که هست جناب ستوده نامید نباشید، حتماً در ملاقات هایی که احتمالاً خانواده ها میتونن از این عزیزان داشته باشن سلام شما رو خواهند رسود. ضمن اینکه ما تلاش میکنیم که هرچی زودتر این عزیزان بتونن از زندان بیرون بیان و ما همچنان مانند گذشته همراه اونها باشیم. اجازه بدید که گفتگو رو با آقای نقره‌کار شروع بکنیم. آقای نقره‌کار عزیز، در رابطه با کمیته و فعالیت هایی که در حال انجامه و با توجه به اینکه بسیاری از عزیزان میخوان که در جریان کارها قرار بگیرن، ازتون خواهش میکنم یک گزارش کلی راجع به کارهایی که انجام گرفته و میشود و خواهد شد رو به بینندگان ما تقدیم کنید. بله، با کمال میل. ببینید، این دومین گزارش رسمی کمیته حمایت هست از طریق این شبکه. ما قبلا البته طی دو اطلاعیه برنامه‌های خودمون رو تا حدودی روشن کردیم و به اطلاع دوستان رساندیم و همونطور که عرض کردم در یک گزارش هم تا حدودی فعالیت‌های خودمون رو تا اون تاریخ مطرح کردیم. این دومین گزارش در واقع تا حدودی میشه گفت تکمیل کننده گزارش قبلی است که من امیدوارم که هم دوستان امضا کننده یعنی اون مقصد عزیز و همینطور در خارج کشور و به ویژه در داخل و امیدوارم زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیانی که اخیراً دستگیر شدن صدای ما رو بشنون و به هر حال با فعالیت ما آشنا بشن. ما طبق روالی که داشتیم قبل از هر چیز کمیته بنای فعالیت خودش رو گذاشت بر مشورت و همکاری و همیاری خواستن از کسانی که از بیانیه حمایت کردن و خب این روند ادامه داره، یعنی ما هر از گاهی که فرصت اجازه بده دعوت میکنیم و از دوستان عزیز میخواهیم که با ما هم فکری بکنن و مشورت بکنن و ما رو راهنمایی بکنن برای بهتر شدن حرکت ما. در واقع این قدم شاید بشه این قدم نخست ادامه داشته و ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه ما از طریق اعلام یک ایمیل صدای شما و همینطور راه‌های دیگری که دوستان به راحتی میتونن با ما تماس بگیرن، چه فیسبوک، چه اینستاگرام، چه حتی تلفنامون، به عزیزان اعلام کردیم که هر کس داوطلب فعالیت هست و کار میخواد بکنه با ما تماس بگیره و به واقع به کمکی باشه. خب در همین مشورت ها و همین ارتباطات داوطلبان زیادی بودند از دوستانمون که در واقع اعلام حمایت یعنی اعلام همکاری عملی کردن و به هر حال کار رو داریم به کمک اونها ادامه میدیم. متعاقب همین مشورت ها و همین همیاری ها و همکاری ها ما کمیسیون های مختلفی رو برای پیشبرد کارمون در واقع تدارک دیدیم و به هر حال هم شکل دادیم هم در راستای شکل دادن برخی از این کمیسیون ها داریم حرکت میکنیم که بتوانیم کارها رو تا حدودی منظم و با برنامه و در واقع تداومدار پیش ببریم. خب من قبلا هم عرض کردم یکی از کمیسیون ها کمیسیون رسانه و تبلیغات هستش که شکل گرفته، فعالیت خودش رو ادامه میده. آن 4 نفر دیگه به این کمیسیون اضافه شدن از جمع حامیان و این کمیسیون 9 نفره وظایف خودش رو در عرصه رسانه‌ای و تبلیغات داره ادامه میده. من قبلا هم توضیح دادم منظور از عرصه رسانه‌ای چیست و عرصه تبلیغات کدام است، آنچه که ما برنامه داریم در این کمیسیون.
جدا از کمیسیون رسانه‌ای که البته کمیسیون تبلیغ و رسانه‌ای خب من قبلا عرض کردم شکل گرفته از عزیزانی است، آقای رضا پیرزاده، آقای وحید بدیعی، آقای رضا گوهرزاد، آقای خانم نازینا گلستان و همکاران دیگری که به ما خواهند پیوست و همینطور بنده. علاوه بر این کمیسیون مهم بین الملل رو، روابط بین الملل و ارتباطات رو شکل دادیم که این کمیسیون هم فعالانه به ویژه در شرایط کنونی که بخش اعظم عزیزان ما در زندان هستن داره فعالیت می‌کنه. نامه و برقراری ارتباط بتواند صدای این عزیزان باشه در مجامع حقوق بشری، مجامع بین المللی و از اون راستا بتونه در واقع کمک کنه، فشار بیاره به حکومت اسلامی یا به طور کلی تو سطوح مختلف روندی رو پیش ببره که این عزیزان آزاد بشن. علاوه بر کمیسیون بین الملل، کمیسیون برنامه ریزی برای شبکه های کشوری و محلی شکل گرفته که خب دوست عزیزمون آقای سوتوی گزارش رو خواهند داد که در راستای شدهی شبکه های کشوری و میشه گفت شهری است، در راستای سازماندهی حمایت از همین زندانیان سیاسی و سایر زندانیان سیاسی امنیتی. کمیسیون حقوقی شکل گرفته که این کمیسیون حقوقی هم در پیوند با کمیسیون بین الملل داره فعالیت خودش رو ادامه میده. خانم نیره انصاری، آقای وحیدی، آقای نایب هاشم و همینطور مشاور این کمیته آقای دستماچی و دوستان دیگه هم اعلام داوطلبی کردن که بدون تردید به این کمیته خواهند اومد. کمیته ترجمه در حال شکلی است و هم کمیسیون البته بهتره گفته بشه و همینطور کمیسیون های دیگه. بنابراین یک بخش از کار ما در واقع همین شکل دهی این کمیسیون هاست، همونطور که عرض کردم برای اینکه بتونیم ما برنامه خودمون رو فی‌الواقع منظم و به نوعی با یه چارچوب مشخصی پیش ببریم. من باز هم همینجا اعلام میکنم این کمیسیون ها نیاز داره به عزیزانی که بیان کمک بکنن و همکاری بکنن، به ویژه از میان این 900 نفری که حمایت کردن. راه های تماس با ما، راه هایی که بخوان عزیزان همکاری خودشون رو اعلام بکنن خیلی روشن است، همونطوری که گفتم صدای شما @yahoo.com و برای شبکه هایی که ما 3 نفر درش حضور داریم و فعالیم. این گزارش خیلی کوتاه و خلاصه‌ای به نظر من رسید که از فعالیت های این کمیسیون ها و کلن این کمیته حمایت بدم. کارهای دیگری هم شده که حالا اگر بعد فرصت بود من به اونها اشاره خواهم کرد. خیلی متشکرم. ممنون جناب نقره‌کار، قطعا دوباره به شما مراجعه خواهیم کرد. خب یکی از کارهای بسیار مهم مسئله ایجاد شبکه های حامیان این 14 نفر در سراسر دنیا، در اروپا، امریکا، کانادا و استرالیا است و دوست عزیزم آقای ستوده در این رابطه گزارشی رو به ما خواهند داد که تا بیشتر دوستانی که به خصوص علاقه‌مندن در شهرهای مختلف فعال بشن و برای کمک به این عزیزان 14 تن حضور بیشتری رو داشته باشن رو از زبانشون میشنویم. جناب ستوده خواهش میکنم بفرمایید. بله، همونطور که فرمودید برای پشتیبانی از این عزیزان در داخل کشور و همینطور با دستگیری هایی که اخیراً پیش اومده نیاز هست که در خارج کشور اقداماتی صورت بگیره و این اقدامات فقط وقتی مؤثر خواهد بود که ما بتوانیم به صورت یک کارزار جهانی درش بیاریم، وگرنه خب صدور بیانیه و کارهای انفرادی و اینها که تا الان صورت گرفته چندان موفقیت آمیز نبوده در عقب نشاندن رژیم جمهوری اسلامی. بدین خاطر در کنار موجی که ایجاد شده در حمایت از این 14 نفر ما قرار است که
این کمپین جهانی، این کارزار جهانی، نه فقط از دفاع از اینها که الان 15 نفر از تقریبا 10 نفر از اون 14 نفر اولیه و چندین نفر هم در ارتباط با اونها که رفتن حمایت کردن از اینها دستگیر شدن. خب نه تنها از حمایت از اینها بلکه از کلیه زندانیان سیاسی ایران، کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، هر کس که به یه نحوی در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبره، ما باید برای آزادی اینها تلاش بکنیم. به خاطر همین ما شروع کردیم به تماس گرفتن در درجه اول با گروه ها و این لیست 900 نفری که به عنوان حامیان این حرکت شناخته میشن رجوع کردیم. به تعدادی از اینها اعلام پشتیبانی کردن و حاضر شدن که هر کاری از دستشون میاد در این رابطه انجام بدن. ما قرار است که در شهرها و شهرهای بزرگ اروپایی و آمریکایی در مراکزی که تجمع ایرانیان زیادتر هست و تجمع رسانه ها و مدیای ایرانی و خارجی زیاد هست، در اونجا بتوانیم در یک روز مشخص که بعداً اعلام خواهد شد این تجمع بسی در حمایت از زندانیان سیاسی برای آزادی زندانیان سیاسی انجام بدیم. تاریخش رو بعداً اعلام میکنیم. همینطور کسانی که مایل هستند در هر گوشه دنیا، آدرس ما همونطوری که جناب نخبه کار فرمودن مشخص است، طرز تماس با ما روشن هست، با ما تماس بگیرن که بتوانیم این کارزار را هرچه وسیع‌تر گسترده‌تر در سطح جهانی انجام بدیم. من فکر میکنم که این برای نخستین بار هست که ما میتوانیم از تمام نهله‌های فکری، سیاسی، گروه‌های مختلف و متنوع سیاسی ایران که در اپوزیسیون تجمع دارند دعوت بکنیم برای حضور در این کارزار و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. اگر چنین کاری صورت بگیره، من فکر میکنم بازتاب خوبی خواهد داشت در بر روی افکار عمومی مردم کشورهای اروپایی و آمریکایی و همینطور بر روی نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل متحد و همینطور دولت‌هایی که بالاخره این دولت‌ها بر مبانی حقوق بشر پایفشاری می‌کنند و معتقدند که باید حمایت کرد در همه جای دنیا از نقض حقوق بشر. کسانی که فعالیت می‌کنند، مبارزه می‌کنند، به زندان می‌افتند. خب اینها مجموعه کاری است که ما در پیش داریم و امیدواریم که کمیته حمایت بتواند با پشتیبانی همه ایرانیان، ما چند همونطوری که میدونین آقای اعتمادی، ما چند میلیون ایرانی داریم در خارج کشور که همه به نوعی زخم خورده هستند از جمهوری اسلامی، منتها این چند میلیون متاسفانه در سکوت به سر میبرند. یعنی به محض اینکه میان خارج، پاشون خیلی از اینها پاشون به خارج میرسه، کمتر توجه میکنن به مسائل داخل کشور و ما باید این حساسیت را ایجاد بکنیم که این هموطنان عزیزی که به یک شکلی خود را از مهلکه نجات دادن، به فکر وطن خودشون، به فکر هموطنان خودشون که با چه مسائلی درگیر هستند در داخل کشور، نظرشون رو معطوف بکنیم. شاید بتوانیم یک تحرکی در هموطنان ایرانی موقع خارج ایجاد بکنیم. ممنون جناب ستوده عزیز. اجازه بدید که من هم در رابطه با وضعیت فعالیت‌های این برنامه تلویزیونی توضیحات رو خدمتتون بدم و مجدداً برمیگردیم خدمت آقای نقره‌کار و آقای ستوده عزیز. خب همونطور که میدونید بعد از مدتی ارتباط و فعالیت با نخستین گروه 14 نفره و بر اساس ایجاد یک اعتماد متقابل دو جانبه و خواست این عزیزان، برنامه رمز پیروزی
تبدیل شد به صدای 14 کنشگر سیاسی. به معنای دیگر این برنامه وظیفه خودش میدونه و یا این وظیفه از سوی این 14 تن به عهده‌اش گذاشته شد که انعکاس دهنده اخبار، گزارش‌ها و فعالیت‌ها و صدای این عزیزان باشه. خب متاسفانه بعد از دستگیری چند تن از عزیزان یک گروه 14 نفر نخست در شهر مشهد، خب این ارتباط با جناب لعل محمدی به عنوان سخنگوی این 14 نفره فعلا متوقف شده، اما عزیزان دیگری از همین گروه در خارج از زندان هنوز هستند و همچنین بانوانی که در گروه 14 نفره هستند که باز با توجه به این ارتباط همراه با اعتماد متقابل برقراره و طبیعی است که کمیته حامیان که به نوعی پوشش داره در رابطه با تمام فعالیت هایی که در خصوص این 14 تن انجام میگیره، این برنامه رو همچنان متعلق به این عزیزان میدونه و وظیفه خودش رو انجام میده. و همطور که باز اطلاع دارید، یک شب پیش از دستگیری این عزیزان طی تماسایی که بود، اونو عزیزان چون پیشبینی میکردن که احتمال دستگیری هم وجود داشته باشه، بیانیه یا اطلاعیه رو در اختیار کمیته حامیان قرار دادن که بلافاصله فردا این اطلاعیه از سوی گروه 14 نفره منتشر شد و آخرین موازهی که لازم بود از سوی این عزیزان در همون اطلاعیه منعکس هست که حتما شما همگی اون رو دیدید. بنابراین در ادامه فعالیت های برنامه رمز پیروزی صدای 14 کنشگر سیاسی در ایران، ما همچنان وفادار به همان تعهدات و قول و قرارهایی که با گروه 14 نفره و 14 نفرهای دیگر هم داشتیم رو منعکس میکنیم، ادامه میدیم، سعی میکنیم با دعوت از عزیزانی که در این رابطه صاحب نظر هستند مانند گذشته دعوت بشه تا در جهت ارتقاء مباحث مربوط به این حرکت ملی بتوانیم با طرح بحث‌های مشخص این کار رو انجام بدیم و باز هم همچنان تلاش کنیم که صدای 14 کنشگرهای سیاسی گوناگون همچنان فعال باقی بمونه و منعکس کننده خواستا و مطالبات اینها باشه. خب با این گزارش کلی در رابطه با نقش صدای 14 کنشگر سیاسی، یعنی همین برنامه تلویزیونی، سوال بعدیم از آقای نقره‌کار. آقای نقره‌کار، آقای ستوده در صحبتشون اشاره کردن که اقداماتی که صورت میگیره بخشیش در رابطه با اعتراض به دستگیری این عزیزانه و تلاش برای طرح آزادی زندانیان سیاسی ایران. سوال اینه که البته برخی از دوستان دیگر هم شاید به نوعی به عنوان انتقاد از ما داشتن که چرا شما فقط منعکس شدید، یا بهتر بگم که به نوعی تأکیدتون فقط روی این گروه 14 نفر است. آیا به زندانیان سیاسی دیگری توجه دارید که اونها هم در اسارت به سر میبرند و طبیعتاً هر اقدامی که از سوی ایرانیان خارج از کشور صورت بگیره قطعاً باید اون تعداد از زندانیان سیاسی دیگر که از گرایشات و گروه دیگر هستند رو هم باید مورد نظر قرار داد؟ شما در این رابطه چه توضیحی دارید؟ من قبل از اینکه این نکته رو صحبت کنم راجبش، الان به یاد من و به ذهن من آمد که بگم که کمیته حمایت یکی از کارهاش هم در واقع ترغیب گروه های اجتماعی مختلف در خارج کشور هست برای حمایت از این حرکت. و همونطوری که میدونید، خب 14 تن از نویسندگان سرشناس میهنمون این حمایت خودشون رو اعلام کردن. البته 13 تاشون سرشناسن، چون من توشون هستم، منو باید مستثنا کرد. تعدادی از آهنگسازان این پشتیبانی رو اعلام کردن. الان تعدادی از خوانندگان و هنرمندان دیگه در تدارک این گونه پشتیبانی هستن. به هر حال ما از این گروه ها خواستیم، بدون اینکه خب مسئولیت مستقیمی در گردآوری این افراد داشته باشیم و این عزیزان، ولی این پیشنهاد رو مطرح کردیم که خوشبختانه میبینیم که پیش میره و همینجور باعث تحرک سیاسی و به هر حال به نوعی
محرک بوده برای اینکه این عزیزان هم خودشون در این رابطه سهیم بدانن و سهیم کنن. اما در مورد اینکه کمیته چرا، اگر سوال درست متوجه شده باشم، تنها وظیفه خودش حمایت از این 14 نفر قرار داده، من باید عرض بکنم خدمت دوستان که چنین چیزی نیست. ما بدون تردید همونطوری که در اطلاعیه نخست خودمون اعلام کردیم و بعدها هم بارها گفتیم، ما در جهت تدارک شکل‌گیری یک شورا یا ستادی هستیم که این ستاد حامی تمام مبارزات درون کشور باشه، یعنی حمایت کننده و پشتیبان باشه. بدون تردید از نظر ما همه این عزیزان در داخل ایران دارن مبارزه میکنن، برخی در جنبش صنفی مدنی و برخی در جنبش سیاسی یا حرکت سیاسی مثل این بیانیه و تدوین کنندگانش. بنابراین ما فکر کردیم به هر حال صدای اون عزیزان سالهاست در خارج کشور از سوی بسیاری از محافل انعکاس پیدا میکنه، همینطور از سوی خود ماها در شکل‌های مختلف. منتها این 14 تن خب یک حرکت جدید بود، حرکتی بود که به گمان ما اومد ابتدا نیاز به حمایت دارن، برای همین ما پا پیش گذاشتیم برای حمایت از این 14 تن. ولی هدف ما همونطور که در اطلاعیه مطرح کردیم شدتی اگر بشه یک مجموعه ایست در آینده برای پشتیبانی از مبارزات داخل کشور، چه جنبش سیاسی، چه جنبش صنفی، چه جنبش میشه گفت فرهنگی و اهل قلم و همینطور جنبش مدنی. نکته هم که من اینجا اجازه میخوام عرض بکنم، تأکید بعضی از دوستان هست روی این عدد 14. بسیاری از دوستان ناروا و برخی مغرضانه و حسابگرانه سعی میکنن وانمود کنن که این یک عدد مذهبی است و این دوستان در واقع این 14 تا رو به نیت 14 معصوم مطرح کردن. این برداشت صحیحی نیست، برداشت درستی نیست. تبلیغ این گونه ای در واقع برای کسانی که این تبلیغات رو میکنن زیان آوره و زیان میزنه به جنبش آزادی خواهانه و آزاد اندیشانه میهنمون. این عزیزان ابتدا 16 تن بودن، 2 تن از این عزیزان در ادامه حرکت در واقع نخواستن نامشون توی این لیست بیاد، بنابراین شدن 14 نفر. اینها اعلام کردند که یک جریان سکولار هستن، یک جریانی هستن که به دنبال جدایی دین از حکومت و این رو برخوردها این عزیزان باید توجه بکنن. اگر مسئله شون ایرانه، مسئله شون آزادیه، مسئله شون دموکراسیست، مسئله شون عدالت و حقوق بشره، دست از این نوع تبلیغات ناراست و ناروا بردن. ممنون جناب نقره‌کار عزیز. آقای ستود، به حال متاسفانه این نوع برخوردها معمولا یه مقدار باعث تلف شدن انرژی کسانی که قصد دارن که یک کار درستی رو پیش ببرن میشه. به نظر شما بجز این نکته که جناب نقره‌کار اشاره کرد و این اتهامی که به این عزیزان میزنن که اینها دارن تبلیغ میکنن یک جریان مذهبی دیگری رو، ما مشکلات دیگری هم در رابطه با فعالیت هایی که اکنون مدت هاست که شکل گرفته و پیش میره داریم به نظر شما یا نه؟ بله، ببینید، ما در اون برنامه قبلی اولین گزارشی که ایران از نحوه کار و چگونگی پیشرفت کارمون در خارج کشور، در اونجا اشاره کردیم که یک جو فضای مسمومی در بعضی ها، بعضی از متاسفانه هموطنان ما ایجاد کردن علیه این 14 نفر، علارغم تمام پشتیبانی ها، علارغم اقبال عمومی که صورت گرفت از این 14 نفر، در گوشه و کنار ما صداهایی شنیدیم که حتی برچسب امنیت در اونجا کردن فلانی که
کشور یک دو اینها رو به حبس های طولانی مدت محکوم میکنه، ولی اینها رو سرخن و فعالیت از این گونه شبه افکنی هاست فراوان بود اوائل. بعد که به مرور پیش با بیانیه تکمیلی خودشون مواضع خودشون رو بیشتر روشن کردن و اقبال عمومی بیشتر شد، 14 نفرهای بیشتری به میدان آمدن، حمایت بیشتری در داخل خارج کشور از اینها شد، به گونه مشکوک جلوه بدن و ببرن زیر سوال، به گونه دیگر از یک زاویه دیگری برخورد کردن. برای مثال من خدمت شما از بهتر بکنم توضیح بدن، ایشون چند روز پیش مقاله ای نوشتن با عنوان همه با هم برای عبور. خب خیلی مستدل ایشون در اون مقاله نوشتن که برای اینکه گذار بکنیم از جمهوری اسلامی به یک حکومت سکولار دموکرات، لازمش این هست که تمام نهله های فکری، تمام جریانات سیاسی که به گونه ای حقوقشون ضایع شده در این 40 سال باید در کنار هم اون رودخانه بزرگی که قرار است جنبش مدنی و خشونت در یک هم داره صورت بگیره، جمهوری اسلامی با مبارزه این گروه آن گروه خواهد نشست. خیلی به درستی ایشون این مسئله همه با همه ما و همه با همه خمینی و تفاوت این دو به محض اینکه مقاله ایشون انتشار یافت مقابل این حرکت 14 نفر دوباره به میدان آمدن و شروع به قلم پستایی کردن در سایت ها که نه این همان همه با هم نتیجه این همه با هم را دیده ایم، با هم غلط است و باید به گونه دیگری حرکت کنیم. روشن دارن تفرقه افکنی میکنن در میان صفوف مردمی که به جان رسیدن، مردمی که متحد باید بشن برای عبور از این نظام. اینها دارن از همین الان دارن اخلال ایجاد میکنن. آقای اعتمادی، شما یک انقلاب را به من نشون بدهید، چه انقلاب از نوع کلاسیک اون در قرن 20 و چه تحول به صورت مسالمت‌آمیز و جنبش های مدنی که قادر شدن از نظام های دیکتاتوری به یک نظام دموکراسی برسن در اروپا. همه با هم باشن برای عبور از دیکتاتوری حاکم بر اونها، همه دست به دست هم داده باشن. شما یک نمونه بتونن از نوع ولایت فقیهی که گلوب پاسپورت گواتمالا
پاسپورت دومینیکا، پاسپورت گرانادا، امکان سفر به صدها کشور و حتی کشورهای شامل حوزه شینگن بدون داشتن ویزا، امکان سفر و زندگی در امریکا برای سیتیزن های گرانادا. پاسپورت دوم معمولا اعتبار بهتری نسبت به پاسپورت کشور خودمان دارد و میتوان به وسیله پاسپورت دوم بسیاری از امور را به سهولت انجام داد. میتوان به وسیله دریافت پاسپورت دوم به بسیاری از کشورها بدون دریافت ویزا سفر کرد. هیچ تحریمی شامل شما نخواهد شد. بدون نیاز به خرید ملک و راه‌های طولانی صاحب همیشگی پاسپورت خواهید شد و در کمتر از یک ماه این شهروندی و تابعیت به شما اعطا می‌گردد با حداقل $100,000. دفتر مهاجرتی فونیکس گروپ. انواع غذاهای دلپذیر ایرانی در رستوران نایب. نایب کباب پذیرای شما می باشد. لس آنجلس، نبش پیکو، 1300 دی ال ای استریت، لس آنجلس، کالیفرنیا. کد پستی 915. شماره تلفن 213-746-4800. و یک نوع برای متاسفانه یل هستن. آیا برای پیدا کردن کانال دلخواه خود از میان صدها شبکه تلویزیونی وقت زیادی صرف می‌کنین؟ شما می‌تونین کانال‌های مورد علاقه خود رو در قسمت فیوریت اضافه کرده و به سلیقه خود مرتب کنید. فقط کافیست منوی مربوط به کانال مورد نظر خود رو انتخاب و گزینه فیوریت رو کلیک کنید. از این پس به راحتی می‌تونین کانال‌های منتخب خود رو در قسمت فیوریت تماشا کنید. جی ال ویز، هر زمان در هر کجای جهان. دیگه نگران از دست دادن برنامه‌های تلویزیونی مورد علاقتون نباشین. با جی ال ویز میتونین به راحتی به 72 ساعت قبل برگشته و برنامه پخش شده خود رو تماشا کنین. فقط کافیست منوی مربوط به کانال مورد نظر خود رو انتخاب و گزینه 72 ساعت رو کلیک کنین. سپس روز و ساعت برنامه پخش شده خود رو انتخاب نموده و اون رو تماشا کنین. جی ال ویز، هر زمان در هر کجای جهان. دفتر مهاجرتی فونیکس گروپ. پاسپورت گواتمالا، پاسپورت دومینیکا، پاسپورت گرانادا. امکان سفر به صدها کشور و حتی کشورهای شامل حوزه شینگن بدون داشتن ویزا. امکان سفر و زندگی در امریکا برای سیتیزن های گرانادا. پاسپورت دوم معمولا اعتبار بهتری نسبت به پاسپورت کشور خودمان دارد و میتوان به وسیله پاسپورت دوم بسیاری از امور را به سهولت انجام داد. میتوان به وسیله دریافت پاسپورت دوم به بسیاری از کشورها بدون دریافت ویزا سفر کرد. هیچ تحریمی شامل شما نخواهد شد. بدون نیاز به خرید ملک و راه‌های طولانی صاحب همیشگی پاسپورت خواهید شد. بله، من ضمن تشکر از دوست عزیزم جناب نوخه‌کار که این کنونی مطرح کردند که ما به حمایت گسترده از نیروهای اپوزیسیون خارج کشور و داخل کشور
که بتوانیم از جمهوری اسلامی عبور کنیم، یک بار دیگه هشدار میدم به هموطنان عزیزم، توجه نکنید به این تزها و تئوری هایی که برخی در لباس روشنفکری به اونها عرضه می کنم. ما باید با هم متحد بشویم، همه نهله های فکری، همه اقوام ایرانی، همه گروه های سیاسی، همه اقشار، طبقات، اصناف ایرانی، همه باید دست در دست هم بگذاریم، یک نیروی عظیمی ایجاد بکنیم در مقابل جمهوری اسلامی. هیچ گونه توجیهی برای این پراکندکاری و برای این خردکاری های برخی از گروه های سیاسی قائل نشیم. اینها برای اینکه به حیات بسیار گروهکی که میخواستم به کار ببرم، به کار نمیبرم، به حیات پراکنده و گروه های بسیار محدود چند نفره ادامه بدن و رهبری خودشون رو در اونجا اعمال بکنن، تزهای من درآوردی این که چگونه باید رهبری انقلاب را شکل داد، مبارزات مردم را چگونه باید از خارج رهبری کرد، اینها همه برای توجیه کار و پراکندگی خودشونه. عزیزان من، یک اتحاد همگانی قادر نخواهیم شد از این رژیم عبور بکنیم. بنابراین همه تز همه با هم تز درستی است، تزی است که میتواند همه آحاد ایرانی را در یک ظرف مشترک برای یک خواسته مشترک به هم برسونه. خمینی برخلاف این گفت، خمینی تزش همه با روحانیت بود، حتی به ریا و با شیادی. اینها در پاریس همونطوری که شما اطلاع دارین و همه هم نسلان ما میدانند، در پاریس وعده هایی داد که روحانیت کاری به قدرت و حکومت ندارد. بعد از اینکه رژیم شاه سردگون شد، ما می رویم در حوزه ها، خودشون وعده داد که حتما میره قم و به کارهای مذهبی می پردازد. آیا این صورت گرفت، این وعده هایی که داده بودن؟ خب نه. اینها پس اون همه با همی که حتی خمینی توانسته بود، اگر همه با هم خمینی هم حتی نبود، مگر امکان داشت رژیم سرنگون بشه، رژیم شاه؟ اگر همه مردم ایران میلیونی نیومده بودن در سطح خیابون، امکان داشت که تغییر صورت بگیره؟ چرا شاه صدای انقلاب مردم ایران را شنید؟ چرا گفت که من صدای انقلاب شما را شنیدم؟ به خاطر اینکه دیده بود که با میلیون ها نفر مواجهد. اما یک مسئله ای که باید من در اینجا تاکید بکنم، همه عوامل نبود که خمینی را به قدرت رساند در ایران. تز همه با هم نبود که خمینی رو به قدرت رسوند در ایران، به حکومت ولایت فقیه تشکیل شد. عوامل بسیاری در دخیل بودند که در اینجا بحثش نیست، ولی تز همه با هم تزیست درست برای اتحاد و همکاری همه گروه های سیاسی برای عبور از نظام فرسوده و فاسد جمهوری اسلامی. خیلی ممنون. ممنون جناب ستوده عزیز. دوستان، یک خبری است که به نظرم با اهمیت پیش از پایان برنامه است بدون خدمتتون عرض بکنم. در روزهای 20 و 21، یعنی همین هفته آینده، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران به کشورهای اسکاندیناوی، فنلاند، سوئد و نروژ سفر خواهد کرد و با مقامات این کشور ملاقات میکنه. از جمله در سوئد که روزهای 20 و 21 در شهر استکهلم ایشون خواهند بود، طبق اخبار موثقی که منتشر شده. با توجه به شرایط حساس کنونی کشورمون و با توجه به حضور فعال بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و فعالان سیاسی مختلف، احزاب و گروه‌های گوناگونی که در شهر استکهلم
حضور دارن و همچنین رادیوهای متعددی که در این شهر هست، طبیعی است که باید کوشش بشه از سوی این عزیزان تا تدارک یک اعتراض وسیع و گسترده رو در زمانی که نماینده حکومت اسلامی ایران در شهر استکهلم حضور داره انجام بگیره. از آنجایی که ممکن بود که چون این خبر به سرعت پخش شده و فاصله کمی است برای به اصطلاح شرکت آقای ظریف در ملاقات‌های رسمی با مقامات دولت سوئد، این خبر را از این طریق اعلام می‌کنیم تا همه عزیزان ما در سوئد، در کشور اسکاندیناوی اطلاع پیدا بکنن و هر چه سریع‌تر مانند همیشه و گذشته با همکاری هم و با سازماندهی مناسب اعتراض مردم ایران رو در این روز در شهر استکهلم و احتمالا شاید در نروژ و در فنلاند هم این اتفاق بیفته رو به گوش جهانیان برسونن. اما با توجه به رسیدن به پایان وقت برنامه و میدونید که ما شنبه یک شنبه برنامه نداریم، روز دوشنبه مهمان عزیز ما آقای جمشید چالنگی روزنامه‌نگار مشهور و محبوب هستند و امیدوارم در رابطه با مسائل کار روزنامه‌نگاران در یک چنین شرایطی که کشور ما باش روبروست گفتگوی خوبی با آقای چالنگی عزیز داشته باشیم. اما یک دقیقه باقی مونده یا دو دقیقه، من از آقای نقره‌کار خواهش میکنم در یک دقیقه اگر نکته هست پیام بکنم و یک دقیقه هم جناب ستوده عزیز. بله، ببینید گفتنی ها رو در رابطه با نظریه همه با هم دوست عزیزم مطرح کردن، من تکرار نمیکنم. اونهایی که ریگی به کفش ندارن به قول معروف، وقتی مطلب من رو بخونن، مطلب کوتاه یک صفحه‌ای است، متوجه خواهد شد که این همه با هم با اون همه با همی که خمینی مطرح کرد چه تفاوت‌هایی داره. به هر حال امروز می‌بینیم کسایی که دارن به مقاله من و خود من حمله می‌کنن در سایت‌های مختلف، اتفاقا نشانه‌های خوبی هستند در تأیید و درست بودن این تز، برای که هر کدام از این عزیزان در رفتار سیاسی و گفتار سیاسی خودشون لااقل در خارج کشور نشون دادن که چه میخواستن و چگونه حرکت کردن. در واقع به قول معروف شاهد از غیب رسیده است برای تایید این تئوری. مرسی. ممنون آقای دکتر. آقای ستوده شما هم یک دقیقه بفرمایید. بله، من در این یک دقیقه مطلب دیگری این که این 14 نفر وقتی که حرکت خودشون رو آغاز کردن، یک تبلیغات دیگری هم علیهشون بود که همه گفتن حرف جدیدی نیست اینها که میگن استعفا بدهد. خب خامنه ای استعفا بدهد، سال هاست که نامه های بسیاری نوشته شده بهشون. این هم یک نوع تخریب دیگری بود که من لازم میدونم بگم. این هم مثل اون همه با همی خمینی و همه با همه آقای نقره‌کار تفاوت زیادی دارن با هم دیگه. شما نگاه کنید به ابعاد گسترش حمایت و بازتابش در جامعه. این 14 نفر هایی که دارن میان به صحنه برای حمایت از این حرکت، این رو در یک حرکت اجتماعی باید دید، نه در 14 نفر. یک حرکت اجتماعی که قد علم کرده برای شکستن دیوار سکوت و خفقان جمهوری اسلامی، در این چارچوب باید بهش نگاه کرد، نه در این که آیا اینها قادرن رهبری بکنن انقلاب و آیا برنامه شون برای آینده چید. فقط در همین چارچوب نگاه بکنیم بهش که این دیوار سکوت و خفقان را میخوان بشکنن و تا الان موفق شدن. نگاه کنید به نسل جوان و بچه های اینها که دارن میان به صحنه. خیلی ممنون. و این هم نکته آخر، این که اگر واقعا کسانی هستن که هنوز شک میکنن به 900 نفر از برجسته ترین شخصیت های سیاسی، روزنامه نگاران، هنرمندان، فعالان فرهنگی که بس از 40 سال تجربه حکومت مذهبی در ایران از مطالبات 14 تنی دفاع میکنن که چیزی جز آزادی، دموکراسی، سکولاریسم و عبور از این حکومت و صد البته اتحاد ملی همه ملت ایران چیزی رو نمیخوان، باید شک کرد که این 900 نفر و این 14 نفرهای فرهیخته در کشور ما به اندازه اون یک نفر آگاهی ندارن. از اینکه تا این لحظه با این برنامه همراه بودید ازتون سپاسگزاری میکنیم. به اتفاق
دکتر مسعود نقره‌کار و همچنین بهروز ستوده نازنین. تا روز دوشنبه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز و سربلند باش. ای سراپا صلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم.